سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایک که شما هموطنان بسیار خوبم، علاقمندان به شبکه جهانی اندیشه و برنامه همصدایی. مطمئنم از اینکه بنده رو در این برنامه میبینید، برنامه‌ای که هر روز این ساعت آیه فروزنده اجراش میکردن متعجب خواهید شد، اما این وعده رو به شما میدم که جناب فروزنده روز دوشنبه از مرخصی باز خواهند گشت و طبق معمول برنامه را هفت شب به وقت لس آنجلس در خدمت شما عزیزان خواهند بود و همچنین برنامه های خوب نسیم شما رو برای شما عزیزان اجرا میکنند. صحبتی که باشون داشتم بسیار سپاسگزارم از دوستانی که باشون تماس گرفتن و دوستانی که به تلویزیون زنگ زدن را هم ایشون ازشون سپاسگزاری کردن و انشالله روز دوشنبه در خدمت شما عزیزان خواهند بود و برنامه را اجرا میکنن. امروز هم بنده حدود 10-15 دقیقه اول برنامه رو در خدمتون هستم و بعد از اون سکان رو میسپارم به دست دوست و همکار بسیار خوبم آقای دکتر کوروش عرفانی و برنامه های متعددی که با مهمانان متعدد برای شما امروز فراهم کردن. اما اجازه بدید که دلیل حضور خودم رو در این ساعت توضیح بدم و این 10-15 دقیقه رو که در ابتدای برنامه در خدمتون هستم. همونجور که میدونید بعد از انقلاب 1979 بسیاری از هموطنان خوب ما چه به جبر و چه به اختیار مهاجرت کردند به کشورهای مختلف دنیا که با توجه به استعدادهایی که داشتند، حالا احیانا سرمایه‌ای که با خودشون همراه داشتند و اون فعالیتی که ما ایرانی‌ها در ذات خودمون داریم، توانستند به درجه‌های مختلف علمی، فنی، سرمایه‌ای و درجه های مختلف هنری و صنعتی در دنیا برسن. به خصوص در ایالات متحده آمریکا بسیاری از هموطنان خوب ما توانستند که علاوه بر اینکه کمپانی های بزرگ علمی تحقیقاتی و صنعتی رو تأسیس بکنن و در صدر اونها قرار بگیرن، علاوه بر اینکه توانستند در مراکز فرهنگی و هنری آمریکا به مدارج بالای ترقی برسن، همونجور که توانستن در مراکز علمی بهداشتی و دارویی و پزشکی آمریکا در صدر قرار بگیرن، همونجور هم در سیاست و در کارهای سیاسی موفق و به قول معروف در صدر بودن. از جمله دوستانی که هموطنان خوب ما که توانستند به مدارج واقعا بالایی برسند، در شهر سان فرانسیسکو آقای راس میرکریمی بود، هموطن خوب ما که توانست به درجه رئیس پلیسی سان فرانسیسکو یا شریفی سان فرانسیسکو دست پیدا بکنه. اما حسدها، بخلها، مسائل سیاسی و سابقه بدی که از ایران در اذهان فراهم کرده بودند در خیلی از موارد باعث شده که مسائلی پیش بیاد که بسیاری از این هموطنان خوب ما رو دچار اشکال بکنه. از جمله آیه میرکریمی بود که به دلایلی که خدمتون عرض خواهم کرد، ایشون از شریفی سان فرانسیسکو یا رئیس اداره پلیس سان فرانسیسکو بابت تعلیق در اومد. امروز تا دقایق دیگر ما خود آیه راس میرکریمی رو از طریق اسکایپ لایف در برنامه خواهیم داشت و ایشون خودشون توضیح خواهند داد که چه بر سر ایشون آمد که مجبورش کردند به دلایل مختلف به حالت تعلیق کارش در بیاد. البته ایشون تلاش خودش رو میکنه، در حال جنگیدن است با این سیستمی که حالا توطئه گونه، حالا هر چی بهش بگیم، ایشون رو فعلا به حالت تعلیق در آورده و در این راه کمک و همیاری هموطنان ایرانی خودش رو در سرتاسر دنیا به خصوص آمریکا و کالیفرنیا و شهر سان فرانسیسکو خواهان است. آیه راس میرکریمی متولد 4 آگوست 1961 است، به قول خودشون دقیقاً تاریخ تولدشون با تاریخ تولد رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما یکی است. ایشون سالیان سال در سان فرانسیسکو بورد آف سوپروایزر، هیئت مشاوران شهر سان فرانسیسکو حضور داشتن به عنوان یک عضو. ناحیه 5 سان فرانسیسکو رو ایشون ریپرزنت میکردن. از سال 2005 تا 2012 حضور پیدا میکردن. 17 سال مستمر در شهر سان فرانسیسکو و شهرداری سان فرانسیسکو عضو ثابتی بودن.
قبل از اون در پلیس دپارتمان اکادمی پرزیدنت کلاسشون بودن و جزو شاگردان درجه اول کلاس به حساب می اومدن. در سال 2011 نوامبر 2011 ایشون انتخاب شدن به عنوان شریف سان فرانسیسکو، اما به دلیل مسائلی که پیش اومد ایشون رو تعلیق کردن. یکی از یعنی عمده‌ترین مسئله‌ای که برای ایشون پیش اومد این بود که ایشون در ژانویه اون سال به علت درگیری که بر سر مسئله فرزندشون و اینکه همسر ایشون که ونزوئلایی از خانم الیانا لوپز مایل بودن فرزندشون رو به ونزوئلا ببرن برای چند مدتی و پدر ظاهرا می‌خواستن فرزند پیش خودشون بمونه، بحثی پیش میاد، بحث خانوادگی پیش میاد در اون شب و ایشون دست خانم همسرشون رو میگیرند. حالا البته توضیحات کامل ایشون خودشون خواهند داد و اون حالت بروز یا کبودی دستشون روی دست خانم باقی میمونه. همین باعث میشه که همسایه ایشون که وکیلی بوده از سر و صدا متوجه میشه که خبری است و بدون اجازه خانواده فیلم برداری میکنه از این مسئله و به پلیس اطلاع میده که با توجه به موقعیتی که ایشون داشتند این مسئله در شهر در منطقه برای ایشون مسئله ساز میشه و خیلی از دوستانی که این مسئله رو پیگیری میکنند در جریان هستند که مطبوعات آمریکا، رادیو تلویزیون آمریکا این خبر رو تا مدت ها روش مانور میدادن، اما همین مسئله دستاویزی شد برای شهردار اونجا و کادری که همچین مایل نبودند یک ایرانی شریف باشه و این مسئله رو به قول معروف برای ایشون علم کردند و به کورت کشیدن ایشون رو و شریف لس آنجلس رو از کار معلقش کردند، آقای راس میرکریمی رو. حالا اجازه بدید که بقیه مسائل رو ما از زبان خود آقای میرکریمی بشنویم، منتها چون ایشون متولد اینجا هستند از یک پدر ایرانی و زبان فارسی رو به اون صورت مسلط نیستند، من جا به جا در بین صحبت‌های ایشون برای اون هموطنانی که حالا زیاد انگلیسی براشون روان نیست برای فهم توضیح خواهم داد. از اتاق فرمان خواهش میکنم که داشته باشیم آقای راس میرکریمی رو. Hi Mr. Ross. Hello. Good afternoon. Salam. Salam. How are you? Well, thank you. Thank you for having me. Thank you so much for being our special guest tonight. Okay, Ross, I just explained for our audience a little bit about your biography and what happened to you, your family, and your career. Can you explain more about yourself and the story of your life after being a sheriff of San Francisco? Well, I'm a proud public servant who has been a member, elected member of the Board of Supervisors, like you said, for 7 years. I've worked for the city government for 17 years. After being on the Board of Supervisors, I was elected citywide to the position of sheriff. This is a very powerful position. There are 58 counties in the state of California, and to be one of the 58 sheriffs in the state of California wields a fair amount of power and influence in the criminal justice system. And before I was inaugurated, sworn in as sheriff, an argument, a quarrel that had erupted between my wife and I was used by those in power, and which have continued to use, as a motive to help remove me from office. This is the first time this has ever happened in San Francisco. It is unprecedented. And it's completely undemocratic. And I am pleased to be sharing this information with you. I think it's important for the Iranian American community to know what is occurring here, because I also hold the distinction of being the first Iranian American elected office in San Francisco, and as I understand it, one of the highest elected officials of Iranian descent in the United States. Okay, so if you give me a few times, I mean, a few minutes, I can explain it to Farsi, to our Farsi-speaking audience.
اما جور که خدمتون عرض کردم، جناب میرکریمی توضیح دادند که در بورد سوپروایزر شهر سان فرانسیسکو بودند و خدمتون عرض کردم 17 سال برای این شهر فعالیت کردند، به مدت 7 سال هم در دیستریکت 5 این شهر کار میکردند و خودشون توضیح دادند که به علت حادثه‌ای که برای ایشون و همسرشون پیش اومد، این مسئله رو کسانی که در رأس قدرت بودند و دوست نداشتن ایشون بعد از 25 سال یک ایرانی به قدرت رسیده بود در رأس سیستمی که تمام مسائل جنایی و مسائل پلیسی شهر رو به عهده داشت و اون هرم قدرت دوست نداشت ایشون بر رأس کار باشه و همین مسئله رو برای ایشون مشکلی کردند که به حالت تعلیق درش میارم. Go ahead please. And further, I have endured what has been a very high-profile public reporting by the press because what erupted after I became sworn in as sheriff is a forced separation between me and my wife, something that my wife never wanted, nor I. Which caused us to be separated for over 7 months. In March, on the eve of Nowruz, the mayor, Ed Lee, he and I ran in the same cycle of office. We were elected at the same time. I had received actually 20,000 more votes than the mayor, so we're peers. Said to me that he either wanted me to resign or be suspended without pay. I said that I won't resign, then I'll face suspension without pay. But that, of course, had forced my wife, because I could not provide for my family, to return back to her native Venezuela, where she could find work more easily and provide for our son. My wife and I were just recently, and son, were just recently reunited after we fought them, meaning the mayor and the district attorney in the court. اوکی. جناب میرکریمی توضیح میدند که به علت مسائلی که برای ایشون و همسرشون پیش اومد، کورت ایشون رو مجبور کرد که به مدت 7 ماه از همسرشون دور باشن. ایشون 20,000 رأی در رأی‌گیری شهر سان فرانسیسکو از شهردار سان فرانسیسکو رأی بیشتری آورده بودند و ایشون معتقده که همین مسائل یک مقدار باعث شد که حسادت ها برانگیخته بشه و از ایشون خواسته بودن یا استعفا بکنه یا به حالت معلق و بدون حقوق این مرحله رو پشت سر بذاره، که ایشون پذیرفتن فعلا به حالت تعلیق و بدون حقوق کماکان باقی بمونن. ایشون و همسرش مجددا به خانواده برگشته، همسرش با ایشون زندگی میکنه و در حال جنگیدن هستن با این رأیی که صادر شده تا بتونن دوباره به پست سابق خودشون شریف سان فرانسیسکو برگردن. And so when I realized that I was not being prosecuted because of what happened between my wife and I as a result of them using my family as a weapon, then I realized that this experience is much more than just about an argument that happened between Eliana Lopez and Rosmer Karimi. This is about undermining voter will. When they use the family as a weapon, which frankly I would never have expected in San Francisco, never have fathomed would take place in California or even the United States, little did I ever expect that this would be happening to us. But by using the family as a weapon has given me the motivation and resolve to stand our ground, because they've gone too far. If they can do it to me, they can do it to other people, and I won't let that happen. People know me in the 17 years I've worked in San Francisco as being very outspoken, very progressive, left, very independent, and calling things as I see them, and I've taken responsibility for the actions that I have certainly regret, but the actions that the city and the mayor are taking have ramifications that far go beyond whether I remain a sheriff or not.
آقای میرکریمی معتقدند که اون هرمی که بر رأس قدرت هستند و نمیخواستن ایشون بر پست خودشون باقی بمانند، فامیلی ایشون رو، همسر و فرزند ایشون رو به صورت اسلحه‌ای بر علیه ایشون درآوردن و از اون استفاده کردند. معتقدن این مسئله بین خانم الیانا لوپز و راس میرکریمی نیست، بلکه مسئله است که اونها علم کردن تا قدرت خودشون رو نشون بدن و همون جوری که امروز بر علیه راس میرکریمی از این اسلحه استفاده میکنن، در آینده بر علیه هر کسی که باشون دشمن باشه استفاده خواهند کرد. ایشون مسئولیتی رو که به قول خودشون معتقدن من مسئولیت عظیمی رو به دوش گرفتم و در راه رسیدن به هدفم فعال تلاش خودم رو میکنم تا این حرکت غیر دموکراتیک و غیر آزادی خانه که بر علیه ایشون صورت گرفته در آینده تکرار نشه. It's kind of hard to do this without being asked questions, so I'm just I can ask you a question. As far as I know, that kind of case happened to a lot of celebrities, politicians, and a lot of important people in all history of United States. But that punishment never happened to anybody, you know? No, it's the punishment has never happened in San Francisco. We have police officers, we have firefighters, we have judges who are elected. We have deputy sheriffs in the department that I have oversaw, supervised. Nobody has ever been suspended without pay, and nobody's ever lost their job. In fact, for conducting far worse violations of the law, they still remain in office. Hell, just last week, the Archbishop of San Francisco was stopped by San Francisco Police Department and was convicted of a DUI, drunk under the influence, and he still remains Archbishop. So it just goes way beyond the pale of the tactics they are resorting to because of how political this is. And this is why I think it's important we speak, because it was a real distinction and a real source of pride for me and my family, who affiliate is Iranian-American, as I grew up Persian, Iranian-American. But to be that first in San Francisco, to open the doors of City Hall in San Francisco every year to the celebration of Nowruz, and then this all culminating in 2012, asking me to either resign or face suspension on Nowruz, and then Nowruz being canceled in San Francisco, this is not an event that gets lost by coincidence. This is an event, in my opinion, that directly hits a milestone that we were once so proud to achieve, and that was a position in politics. So there's much more to the story than what's been reported. Now we have an opportunity to dissect that story. از ایشون سوال کردم که تا اونجا که من میدونم این گونه مسائل در بین خیلی از هنرمندان، سیاستمداران و آدمای مهم در طول تاریخ ایالات متحده اتفاق افتاده، ولی همچین مجازات سنگینی رو تا به حال برای کسی چیز مشخص نکرده بودن. ایشون هم خودشون معتقدن که در طول تاریخ سان فرانسیسکو هم همچین مجازاتی برای یک همچین مسئله کوچکی اتفاق نیفتاده. آقای میرکریمی معتقدن به خاطر اینکه یک شخص ایرانی امریکایی که در شهرداری اونجا کار میکرده، پست مهم میداشته، سالیان سال جشن عید نوروز رو در اونجا به عنوان جشن رسمی اجرا میکردن در شهرداری و در سال 2012 این جشن رو کنسل کردن، ایشون معتقدن که تمام مسائل از پیش طراحی شده بوده و به اتفاق و حادثه پیش نیومده و این مسئله است که ایشون هرچه در توان دارن خواهند گذاشت پشت این مسئله که برطرفش کنن. اوکی. And let's get into the specifics as to why people might be motivated to remove me from office. Number one, the sheriff's department is a force of over 1,000 people. I have a budget of approximately $180 million. The police department is the largest of the departments in the criminal justice system. The police chief
is appointed by the mayor. The second largest department is the sheriff's department. We are not appointed by the mayor. We are elected. I'm on the same level as the mayor. You remove the democratically elected sheriff, the net effect is you consolidate power in the criminal justice system, the kind of system that's already resistant to liberal thought, even in a city like San Francisco. آقای میرکریمی میفرمایند که اداره پلیس شهر سان فرانسیسکو با بیش از 1000 نفر عضو 180 میلیون بودجه داره، بعد از شهرداری که از پرقدرت‌ترین ادارات شهر سان فرانسیسکو است که تمام امور جنایی، قضایی و قانونی اون شهر رو به عهده داره. قدرت شریف سان فرانسیسکو به اندازه قدرت شهردارش هست و پوزیشنشون پوزیشنی نیست که به این سادگی دست کم گرفته بشه، به خصوص اینکه ایشون توسط شهردار ممکنه به این پست برسن ولی انتخاب نمیشن، انتخاب بر اثر الیکشن، اون انتخاباتی که انجام میگیره به وجود میاد. I come from a very progressive outlook of thinking. If we're going to have people in our jails, then I don't want people who are smoking marijuana to be in our jail system. I believe in the decriminalization of marijuana. I believe in the use of substance abuse treatment and harm reduction, not incarceration. We're overly incarcerating people for the wrong offenses, even in San Francisco. And I want to clear the way in the jail system when we are disproportionately putting in jail African Americans or Latinos or people who have mental health issues that are not getting the kind of mental health treatment, or veterans who are coming back from Iraq and Afghanistan to get the kind of treatment that they deserve. Locking them up and putting them in jail is absolutely the regressive, not progressive way in dealing with the current criminal justice incarceration system. عامل شماره 3 که ایشون معتقد قدرت رو بر علیه ایشون شوراند و باعث شد که ایشون بالا تعلیق در بیاد، استفاده قانونی از ماریجوانا است برای کسانی که واقعا نیاز بهش دارن، از نظر پزشکی ممکنه بهش احتیاج داشته باشن، گروهی مثل سربازان آمریکایی که برمیگردن تحت اون فشار بودن و حالا نیاز دارن به صورت قانونی از ماریجوانا استفاده بکنن، و سیستمی که ایشون دوست داشت انجام بگیره که باعث بشه بسیاری از کسانی که به صورت قانونی از ماریجوانا استفاده میکنند به زندان نیفتند و زندان ها رو شروع نکنند، عامل دیگری است که باعث شده که عرض کردم خدمتتون این سیستم قدرت ایشون رو پایین بکشند و به حالت تعلیق درشون بیارند. And I take this experience from being a supervisor of District 5 for 7 years. It's a district that I inherited that had the second highest murder rate in the city for 20 years. It used to be the epicenter of the black community, the Fillmore, and the Fillmore was known as the West Coast Jazz Harlem of the United States during the 1940s and 50s and early 60s. But when I came into office, I insisted that there be forms of community policing that law enforcement in San Francisco would not practice. For example, I created a great deal of enemies when I was a legislator that prescribed that they must walk beats in some of the most disadvantaged neighborhoods in my district. I knew that by having police officers get out of their cars and walk beats so that they could build trust within a community that did not trust them, that we would be able to reduce the violent crime rate. Despite all their resistance to me, I prevailed. I was able to take a district that had chronically one of the highest crime rates in the city to now where they have one of the lowest. And that is a positive legacy that I was able to campaign on in becoming sheriff. یکی دیگر از مسائل ناحیه پنجی بود که ایشون در اون ناحیه فعالیت میکردند و پریپرزنت میکردند اون ناحیه رو. ایشون طبق آمار اعلام میکنند که بیشترین میزان قتل در سان فرانسیسکو در این منطقه بوده و به صورت منطقه فیلمور، به صورت هارلم این
وست کوست در اومده بوده، معروف بوده از به خاطر میزان جنایت و قتلی که درش انجام میشده، با آموزش پلیس اون منطقه و اینکه جلب اعتماد بکنند و به جای زدن و خشونت نسبت به سیاهان اون منطقه یا نسبت به جمعیت اون منطقه میتونند با آموزش صحیح این مسئله رو میزانش رو کاهش بدن، منطقه‌ای رو که بیشترین میزان قتل رو داشته تبدیل کردن به منطقه‌ای که کمترین میزان قتل رو داشته و همین باعث شده که رأی بسیاری رو از این منطقه جلب بکنن برای انتخاب خودشون. So this all sets the stage for a very nasty political showdown, and it is being attached to the idea that I have somehow violated the law to the degree where I am not qualified to be sheriff. That is not true. What happened between my wife and I does not disqualify me from being sheriff. As a matter of fact, I believe because of the experience that I have absorbed, that few in this country would be able to garner the perspective of all sides of the criminal justice system in the way that I have. I believe that I can be not only the effective sheriff that people elected me to be, I also believe now that I have gained an insight about how wrong or dysfunctional or how effective or how much needed an improvement that the criminal justice system can be just by going through and navigating a system that I never would have if this hadn't occurred. That is an asset in being an elected member of law enforcement that I think many voters and constituents would benefit from. ایشون معتقدند که برخلاف اون که این سیستم رابطه خانوادگی ایشون رو همسرشون رو به عنوان عاملی برای حذف ایشون و تعلیق در آوردنشون استفاده کردن، نه تنها این مسئله صحیح نیست، بلکه باعث شده در طی این مدت با تجربه‌ای که ایشون کسب کردن بتونند سیستم حقوقی و قضایی اونجا رو یک بازبینی بکنند و این تبعیضاتی رو که انجام میگیره و این فشارها و نیروهایی رو که از خارج برای تعیین تکلیف بهش وارد میشه کم بکنن، و با تجربه که ایشون کسب کردن معتقدن که خواهند توانست که این کاستی های نظام حقوقی قضایی اون منطقه رو پوشش بدن و به قول معروف جبرانش بکنن. Okay, Ross. Please, I'm happy to answer any questions. Okay, no, I just want to know what you are expecting from Iranian community of San Francisco or California or United States to help you and support you. Well, I expect nothing, but I feel an obligation to inform the Iranian American community of what is occurring. Iranians are somewhat new to politics in this country. We have a very accomplished community of Iranians. The new frontier, I think, for Iranians is their role and involvement in making government work in the United States on a municipal, state, regional, and federal level. And I'm happy to be part of that effort in being involved in representing Iranian Americans. So I'm just simply reporting. If people care to want to find out more, if people care about respecting the integrity of the democratic process, then when I think about the rally we held in 2009 in front of San Francisco City Hall, we had the largest rally in the country in response to the presidential elections inside Iran. We organized a rally in City Hall that had over 10,000 people, Iranians and more, in front of City Hall, expressing their outrage about the lack of respect for dissent in Iran. Well, cousin to that experience is what's occurring now in San Francisco. What the mayor is proposing by removing me from office is that the voters who elected me, and don't forget, 20,000 more votes than the mayor got himself in removing me from office, is subversion of democratic rights. The people should know what is happening. This is why I'm fighting. This is why there is so much mean-spirited, dehumanizing, misportrayal of me and my family, because they believed I would just walk away and resign.
The more that I hold my ground, the more that I stand in my place, the more that I ask people to stand with Ross Mirkarimi, is because they are wrong, and we have a principle that we must abide and hold to, uphold to. I ask the people of our community to recognize that. آقای مرکرمی معتقدند که ایرانیان در ایالات متحده آمریکا تازه وارد به سیاست شدند در امور شهرداری ها، در امور منطقه‌ای، در امور ایالتی و در امور فدرال پست های مهمی رو دارند و کارهای خوبی رو انجام دادن. ایشون افتخار میکنند که نماینده باشند برای جامعه ایرانی. در سال 2009 ایشون تظاهرات عظیمی بیش از 10,000 نفر رو روبروی شهرداری سان فرانسیسکو از ایرانیان دیدند که در زمانی که انتخابات ریاست جمهوری ایران میشد ایرانیان در سان فرانسیسکو تظاهرات میکردند و مخالفت خودشون رو با مسئله تقلب انتخاباتی در ایران اعلام میکردند. ایشون معتقدند با وجود این که 20,000 رأی تکرار میکنند، 20,000 رأی بیشتر از شهردار سان فرانسیسکو در طی اون انتخابات به دست آوردن، ولی این قدرت دوست داره که ایشون رو پایین بکشه و به حالت تعلیق، در به حالت استعفا ایشون رو وادار بکنن، کاری که ایشون نمیخواد انجام بده. معتقدند که ایرانی ها باید بدونند که چه بر سر ایشون اومده به عنوان نماینده ایرانیان در پست خیلی مهمی مثل رئیس پلیس سان فرانسیسکو. And do you want them to see any kind of website you have to know more about your... Yes, please. Well, www.friendsofross.com, one word, friendsofross.com, or the Facebook page, Stand with Ross, Stand with Ross Facebook page, are two, I think, two resources people should refer to. There's been some amazing articles of legal professionals, because what San Francisco is now on the cusp of is facing a constitutional crisis. When you remove a democratically elected official by the chief executive, the mayor of the city, in the way that they're doing so, you throttle forward the potential of a constitutional crisis that has never been seen before in San Francisco. Coincidentally, I happen to be Iranian American, so we're implicated in this bizarre experiment in democracy and its integrity. So that's why that this complicated story is one worthy of reporting to you. The next is that there's going to be a rally this coming Monday, September 17th, in front of San Francisco City Hall, on the east side of City Hall, known as Polk, P-O-L-K Street, at 12 noon. Members of the Iranian American community, Middle Eastern community, and others are very upset about what's been happening. And they feel it's important to have their voice heard. People can come and join us for that rally Monday at noon at San Francisco City Hall. There may be more, but to get more information, they should go to friendsofross.com, where they can email us or contact us. آیه میرکریمی میگویند که ایشون دو تا وبسایت رو تدارک دیدن. یکی وبسایتی است که آدرسش هست www.friendsofross.com friendsofross و اون دوستانی که بر فیسبوک هستن میتونن Stand with Ross رو بهش مراجعه بکنن در فیسبوک. همچنین مسئله مهمی برای اون دسته از هموطنان ایرانی من که در سان فرانسیسکو هستن این است که روز دوشنبه 17 سپتامبر از ظهر در منطقه شرقی شهرداری خیابان پاک تظاهراتی انجام میگیره در حمایت از آقای راس میرکریمی که ایشون خودش هم اونجا حضور خواهد داشت. عده زیادی از هموطنان ایرانی قرار گذاشتن در اونجا حضور پیدا کنند برای حمایت از راس، که نه تنها حمایت از آقای راس میرکریمی است که حمایت از جامعه ایرانی است، حمایت از یک هموطن خوب ایرانی است که توانسته به مقام بزرگ و مهمی مثل
ریاست پلیس شهر سان فرانسیسکو برسه و چون علاقه داشته که فعالیت‌هاش رو جوری تنظیم کنه که به نفع هموطنانش، به نفع آمریکایی‌های مقیم، به نفع سیتیزن‌های آمریکا بشه، ظاهراً در مقابل ایشون ایستادن. آقای میرکرمی معتقده که این مسئله بحران قانون اساسی است که حالا بر حسب اتفاق من به عنوان یک ایرانی امریکایی درگیرش شدم و میستم که این مسئله رو حلش بکنم. Okay, thank you so much, Mr. Ross Mirkarimi, for being with us. Is there anything else you want to add? Yes, one more thing. They can certainly see this on the website or Facebook page, but it's okay if people live outside of San Francisco to write the 11 members of the Board of Supervisors, my former colleagues, that they want to see the reinstatement of Sheriff Ross Mirkarimi, to ask members who are watching this program and to tell their family to write the San Francisco Board of Supervisors. They can get their addresses on our website, friendsofross.com, or the Facebook page, and tell them they want to see the reinstatement of Sheriff Ross Mirkarimi. And if people see fit, we have a legal defense fund, because this has cost us an incredible amount of money in fighting the city. The city's already spent $1.5 million to try to remove me from office, and I have depleted all my savings in defending our position. Ways that you can donate are also explained on friendsofross.com or Stand With Ross Facebook. And I greatly, greatly appreciate this opportunity to speak with you. و در آخر اضافه میکنند که 11 عضو بورد سوپروایزر سان فرانسیسکو کهشون هم جزو اونها بودند علاقمندند ببینند که چه تعداد جمعیتی از ایشون حمایت میکنند و با مراجعه به friendsofross.com یا در فیسبوک stand with Ross شما میتونید اونجا اینفورمیشن لازم رو به دست بیارید. به علاوه این که ایشون میگن بیش از 1.5 میلیون دلار هزینه شد که من رو به حالت تعلیق در بیارم و حالا من تمام پسندازم رو صرف این کردم که باشون بجنگم و در مقابلشون بیستم. اگر دوستانی مایل هستن در این راه به آقای میرکریمی کمک کنن از نظر مالی که ایشون بتونن هزینه های سنگین دادگاه و وکلاشون رو پرداخت کنند، هم آزاد هستید که باشون همکاری بکنید تا به عنوان یک ایرانیان به خصوص مقیم آمریکا بتونیم ایشون رو حمایت بکنیم و اجازه ندیم که به صرف ایرانی بودن یا به صرف اینکه ایشون در مقابل یک قدرتی میخواد بیسته بتونن ایشون رو به حالت تعلیق در بیارن. Thank you so much, Ross, for being with us. No, thank you. خیلی ممنون. مرسی. خدا حافظ. Have a good day. Bye. Thank you. خب خیلی متشکرم از اینکه این دقایق برنامه رو در خدمتتون تحمل کردید ما رو. به هر حال مسئله مهمی بود که مدت ها بود تلاش میکردیم که جناب میرکریمی رو داشته باشیم به صورت زنده در استودیومون که نهایتاً میسر شد از طریق اسکایپ باشون صحبت بکنیم. من فکر میکنم که توضیحات کامل در این مورد داده شده، احتیاجی به توضیحات اضافه تر نیست. دوستان عزیزی که مایل هستن اطلاعات بیشتری رو کسب کنن میتونن به سایت www.friendsofross.com و در فیسبوک هم Stand With Ross مراجعه بکنید، اطلاعات لازم رو کسب بکنید، نامه بنویسید به بورد سوپروایزر های سان فرانسیسکو و اعتراض بکنید به این مسئله که پیش اومده. همه الان چشماشون دوخته شده ببینن که اگر برای یک ایرانی اتفاقی بیفته آیا ایرانیان دیگر ازش حمایت میکنند یا نه. با توجه به اینکه به هر حال ما پشتیبانی جز یک دیگر نداریم، به نظر من باید که به هر صورتی شده ولو اینکه چند خط ایمیل هم بکنیم به این بورد، اعتراض خودمون رو نسبت به تعلیق ایشون و حمایت خودمون رو از بازگشتن ایشون به پست خودش اعلام بکنیم، تا اینکه بلکه با این همه ناراستی ها و
عدم صداقتی که اینجا دیده میشه بر علیه ایرانیان بتونیم یک بار ثابت کنیم که ما ایرانی ها هم پشت هم هستیم. خب تشکر میکنم ازتون، تا دقایق دیگر سکان این برنامه رو میسپاریم به دست دوست بسیار خوبم آقای دکتر کوروش عرفانی و برنامه هایی که براتون تدارک دیدن. با ما در ادامه این برنامه همراه باشید. سالاره و هم نوازم جمعه 14 سپتامبر تورنتو، شنبه 15 سپتامبر اتاوا، شنبه 22 سپتامبر شیکاگو، یک شنبه 23 سپتامبر آتلانتا، جمعه 28 سپتامبر فیلادلفیا، شنبه 29 سپتامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 30 سپتامبر نیویورک، پنج شنبه 4 اکتبر سیاتل، شنبه 6 اکتبر پورتلند، یک شنبه 7 اکتبر لس آنجلس، شنبه 13 اکتبر سان فرانسیسکو، یک شنبه 14 اکتبر ساکرامنتو، جمعه 19 اکتبر ونکوور. خوشمزه ترین و تازه ترین آب میوه های ایرانی که یادآور طعم‌ومزه آب میوه های ایران است را تنها می توانید در مستر جوس بیابید. مستر جوس با بهره گیری از بهترین و تازه ترین میوه ها انواع آب میوه های ایرانی را به شما ارائه می کند. آب انار، آب زرشک، معجون، آب طلبی خنک، آب هویج بستنی و آب میوه های مخلوط، انواع تارت های میوه تازه، انواع بستنی ایتالیایی و سنتی ایرانی، چاشنی ها و تنقلات ایرانی چون زغالخته، آلوبالو خشک، آلو بخارا و لواشک، فقط و فقط در مستر جوس واقع در 214 وینترا بولوار نزدیک ونتکا، 818 346 6500. مستر جوس، آقای آب میوه. Glendale Kia is California's number one volume Kia dealer in combined sales for the past 10 years. Glendale Kia has over 500 pre-owned vehicles, and each new Kia comes with a 10-year, 100,000-mile warranty. We offer easy finance at Glendale Kia and have been at the same location for over 25 years. The all-new Kia Optima Hybrid with class-leading MPG and class-leading horsepower. So click, call, or come by today. که در ایران کار میکند، چون شاید 5-6 شرکت دیگری هست که با ما کار میکنند، ولی البته اونها در یک محدوده بسیار کوچکتری هست. مشغول مذاکره بودی، مذاکرات نه قطع شده است و نه به جایی است. این است که امروز بدون ورود در جزئیات خطوط کلی آن را باید برای شما ببینم. موقعی که در 1954 ما قرارداد نفتی را امضا کردیم که شاید در اون روز بیشتر از اون هم نمیتوانستیم به دست بیاوریم، یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت های عامل منافع ایران را به بهترین وجه حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد 54 سه دوره تمدید 5 ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً شرط شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد 54 قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979، یعنی 6 سال دیگر به هیچ وجه تمدید نکنند. حقوق حاکمیت هر مملکتی به او اجازه میدهد که بر ثروت طبیعی خود نظارت کامل داشته باشد و اصول منشور ملل متحد و قطعنامه های بخصوصی در این مورد تصریح دارد که نه فقط ثروت
هر مملکتی، ثروت زیر زمینی و روی زمینی هر مملکتی مال اوست. ولی حتی قراردادهایی که با کمپانی‌های خارجی برای بهره برداری و استخراج بسته می شود نمی تواند بدون سادید مملکت صاحب ثروت مورد بهره برداری قرار بگیرد. یعنی هیچ کمپانی نمی تواند بگوید که من می خواهم مثلا از نفت سالی اینقدر استخراج بکنم. بینندگان گرامی، درود فراوان بر شما. کوروش عرفانی هستم در برنامه همصدایی در غیاب همکار گرامیم جناب فرامرز فروزنده که از روز دوشنبه از مرخصی برمیگردن و برنامه‌های خودشون رو از سر میگیرن. آنچه که دیدید سخنان شاه سابق ایران بود در سال 1352 پیرامون آنچه که از اون به عنوان کنسرسیوم نفتی بین برخی از شرکت‌ها و ایران نام می‌بردن و همونطور که شنیدید در سال 1352 در این سخنرانی به صورت مشخص شاه ایران در حال گفتن این نکته هستش که این قرارداد رو تمدید نخواهد کرد در زمانی که به انتهای 25 سال اون میرسن، یعنی در سال 1358 یا 1979 داره با قاطعیت میگه که این قرارداد تمدید نخواهد شد. چرایی اون و اهمیت نفت در اقتصاد جهانی و همینطور در اقتصاد ایران موضوع بحث امروز ماست که در همراهی با همکار عزیزم جناب دکتر بیژن افتخاری اون رو تقدیم شما خواهیم کرد. جناب افتخاری عزیز، اگر صدای من رو دارید خدمت شما درود میفرستم. درود بر شما جناب دکتر عرفانی عزیز و عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه. سپاسگزارم. جناب افتخاری، ما میدونیم که در 1333 قراردادی بسته میشه در 22 فروردین که معروف هستش به قرارداد امینی پیج، دکتر امینی، دکتر علی امینی از یک طرف و مثلا آقای پیج از طرف دیگه، و شاهدیم که این قرارداد میادش در مجلس شورای ملی در 29 مهر تایید میشه و در 6 آبان به تصویب مجلس سنا میرسه و عملی میشه و بر اساس این قرارداد در طول 25 سال نفت ایران در اختیار یک کنسرسیوم است که شرکت های انگلیسی، فرانسوی، امریکایی و هلندی در واقع در اون سهم اصلی رو دارن و قرار بر این هستش که سهمی از آنچه که به عنوان در واقع نفت ایران هست به او برسه و در واقع چیزی که ازش به عنوان ظاهراً پرداخت اعلام شده در واقع در قرارداد نام برده شده 50% از سود حاصله به نفع این شرکت ها هستش و 50% هم به دولت ایران می برسه و ما شاهدیم که در سال 1352 شاه ایران در حال ذکر این نکته هستش که با فرارسیدن زمان پایان این قرارداد، یعنی در سال 1358 یا 1979 حاضر به تمدید اون نیست. سوال اینه جناب افتخاری، اهمیت نفت در اقتصاد اون موقع ایران رو اگر بخوایم در نظر بگیریم چه بوده و چگونه هستش که شاه ایران اون زمان تصمیم گرفته که این قرارداد رو برای 6 سال بعد که داره میرسه تمدید نکنه و در واقع خود شرکت ملی نفت ایران باشه که تمام کارهای استخراج و تولید و صدور اون رو بر عهده بگیره. اهمیت اقتصادی نفت در اون زمان برای اقتصاد ایران چی بوده؟ بله، ابتدا جناب عرفانی برسونم که یعنی به عرض بینندگان عزیز برسونم که شأن این برنامه این بود که وقت بیشتری داشته باشه. ما برای این برنامه تدارک زیادی دیده بودیم ولی بنا به این دلایلی که پیش اومده مجبور هستیم کل برنامه‌ای رو که یک ساعت و نیم براش وقت گذاشته بودیم در نیم ساعت خدمت شما عزیزان ارائه بکنیم که اگر کم و کستاش همینجا من عذرخواهی می‌کنم و امیدوار هستم که در آینده بشه جبران کرد. برنامه ای رو که میخوایم خدمت شما تقدیم بکنیم بررسی کارشناسانه و تا حد موشکافانه است به دلایل سقوط شاه فقید و آمدن نظام جمهوری اسلامی و
نتیجه گیری در از اون که چرا جمهوری اسلامی هم باید بره. در مورد سوالی که فرمودید جناب عرفانی، ببینید در سالی که 1333 که اون قرارداد بسته میشه، ایران فاقد توانایی‌های تکنولوژیک برای استخراج و حتی نگهداری صنایع نفت خودش. بله. و برابر این قراردادی که شاه فقید ازش به عنوان یک قرارداد نسبتاً ضعیف نام میبرن به درستیه، اما در طی این مدت خوشبختانه صنایع نفت ایران، مهندسین ایرانی، تکنسین‌های ایرانی توانایی فوق‌العاده از خودشون نشون میدن و در نتیجه در سالی که شاه این صحبت‌ها رو می‌کرد، ایشون مطمئن بود که ما خودمون میتونیم صنایع نفتمون رو اداره بکنیم و اگر خارجی‌ها بذارن برن ما با مشکلی روبرو نمیشیم. بنابراین چون دلیلی نمیدید که بخواد باج به خارجی‌ها بده. نهایتاً این سخنرانی رو ایشون کردن و این وعده رو به کنسرسیوم نفتی یا هفت خواهران اون موقع دادن که ما در سال 1358 یا 1979 قراردادی که با شما اگر ببندیم قرارداد یه طرفه گذاشته نخواهد بود، ما الان حرف برای گفتن داریم. این مهمترین دلیلش بود که شاه به این محکمی در مقابل شرکت‌های نفتی صحبت کرد. بله، و من اینجا یادآوری میکنم بر اساس اسلایدی که اگر اتاق فرمان لطف بکنن، این قرارداد بنابراین در سال 1333 امضا شدش، به تصویب رسید و عملیاتی شد. مدت قرارداد 25 سال بود و تمدید یا عدم تمدید اون، همونطوری که در ابتدای اون نوار سخنرانی دیدید شاه ایران داره میگه، بستگی به کشور صاحب ثروت داره در واقع که اون رو بخواد تمدید بکنه یا نه، به خصوص اگر شرایط مندرج در قرارداد توسط شرکت‌های عضو کنسرسیوم رعایت نشه. پایان قرارداد قرار بود 1358 باشه، عملاً میافتاده برای به اصطلاح آبان 1358 که این قرارداد تموم بشه و تمدید نشه. بر اساس این قرارداد همونطور که می‌بینید شرکت نفت ایران انگلیس 40% نفت ایران رو در اختیار داشته، شرکت‌های آمریکایی هم همین سهم رو داشتن و شرکت شل در واقع فکر کنم 40% نباشه، کمتر بوده، و شرکت نفت فرانسه 4% باشه باید شل، و شرکت نفت فرانسه 16%. این میزان به اصطلاح تقسیم بندی هستش که این شرکت ها در اختیار داشتن و ما داشتیم میرفتیم به سمت اینکه در سال 1358 این تمدید نشه. جناب افتخاری، سوال اینه چرا شاه سابق ایران تصمیم گرفته بود که این رو تمدید نکنه و اهمیت در صورت که این اتفاق قرار بود بیفته، واقعا در نظر بگیریم که داشتیم میرفتیم به سمت اینکه چیزی به اسم انقلاب رو نداشته باشیم و این اتفاق واقعا بیفته، چه تأثیری میتونست این داشته باشه بر اقتصاد غرب در قبال نفت ایران؟ بله، من توضیح بدم، این اسلاید قبلی اشکالاتی داره، بنابراین اونو ناچار هستیم که از سیستم نادیده بگیریم. کلا قرارداد برای این اساس بوده که نفت ایران صادر بشه بر اساس قیمت روز، هزینه‌های تعمیر، نگهداری و استحصال نفت ازش کاهش پیدا بکنه، سود باقی مانده 50-50 تقسیم بشه، 50% در اختیار اون کنسرسیوم نفتی قرار بگیره، 50% هم در اختیار ایران. عملا اون چه که در اختیار ایران قرار میگیره جناب افغانی، چیزی کمتر از 20% از سود عملا. بله. چون 50% که اونا بعد می‌داشتن، 30% هم همیشه بابت عملیات حفاری و استحصال و فروش نفت به عنوان هزینه مختلف چپ و راست ایران رو هزینه می‌کردن، در نهایت واقعا چیزی برای ایران باقی نمی‌ماند. و این حالا همطور که شاه در صحبت‌هاشون میگن، در یه زمان ایران ضعیف بوده، اینو میپذیرفته. در سال 1352 شاه ایران استنباطشون این هستش که ایران قدرت داره، توانایی داره و حکومت در شرایط هستش که میتونه در مقابل اینا بیسته و این صحبت رو میکنه. در اینجا جناب عرفانی به نظر من بزرگترین اشتباه استراتژیک رو شاه ایران انجام میده و وعده میده به کشورهای غربی که ما دیگه به این راحتی نفتمون رو در اختیار شما قرار نمیدیم، و این به نظر من مقدمه برنامه‌ریزی برای سقوط شاه و آدمی است که به نظر من در زمان خودش آدم باهوشی بود و میدونست که شرایط داره چه میشه و میتونست احیانا اگر امکانات در اختیارش قرار میگرفت میتونست که
تغییرات اساسی در ایران به وجود بیاره. بحث حالا پادشاهی و یعنی من بحث سیاسی رو الان قاطی نمیخوام بکنم، من از دید یک اقتصادی موضوع اقتصادی به قضیه نگاه میکنم. شاه این امکان رو داشت اگر با توجه به افزایش بهای نفت و امکاناتی که داشت و استفاده از افراد خوبه میتونست اقتصاد ایران رو دگرگون بکنه و به خصوص در اقتصاد جهان نقش داشته باشه. ما در یکی از همین ویدیوها که نمیدونم آیا فرصت بشه یا نه میپرداختیم یا میخواستیم بپردازیم به صحبت‌های شاه با یکی از خبرنگارهای اگر اشتباه نکنم انگلیسی، بله، که به اونها تحکم بکنه که شماها تنبلین، شماها بیورزین، شماها توانایی ندارید و ما به زودی جزو 4-5 تا کشور قدرتمند جهان خواهیم شد. اینها صحبت هایی بود که به نظر من برای شاه بسیار خطرناک بود و جهان غرب رو متوجه کرد که اگر قرار باشه شاه قدرتمند باقی بمونه با توجه به اینکه آرام آرام شروع کرد و به یارگیری در بین کشورهای عربی صاحب نفت، بله، احساس کردن که میتونه آدم خطرناکی بشه و میتونه واقعا در بازار نفت یک تحولات ایجاد بکنه. دقت بفرمایید جناب افغانی که نفت یکی از مهمترین منابع انرژی در جهانه، بله، که بسیار هم ارزون بود به خصوص، حالا الان زیاد ارزون نیست ولی اون موقع ارزون بود و عامل مهمی در تعیین سرنوشت اقتصاد جهان، اقتصاد جهان، اقتصاد یک کشور، اقتصاد جهان. نتیجتاً بپذیریم که برای غربی‌ها راحت نبود که اجازه بدن یک کشوری به نام ایران و یک شخصی به نام شاه بتونه نقش مؤثر در موضوع نفت جهانی داشته باشه و من فکر می‌کنم که آن شد که در سال 1350 قبل از رسیدن به زمان تمدید قرارداد ما دیدیم. بله، اتفاقا گوشه‌هایی از ویدئوی مصاحبه‌ای رو که بهش اشاره کردید جناب افتخاری آماده کردیم، اون رو می‌بینیم و در اون می‌بینیم که اصولا نحوه برخورد شاه ایران با خبرنگار که در واقع پیامی داره می‌فرسته برای کشورهای غربی، چون خبرنگار دیگه در اون مقطع خواهید دید که از سوالاتی که می‌کنه کاملا مشخصه از پوست خبرنگار اومده بیرون و داره به عنوان یک مدافع منافع بریتانیا یا منافع غرب داره به نوعی مذاکره می‌کنه و خواهیم دید که چه واکنش رو از طرف شاه ایران دریافت میکنه. بخشای از اون رو میبینیم، برمیگردیم و بحث رو ادامه میدیم. آیا شما توانستید به دولت بریتانیا این اطمینان را بدهید که اکثر درآمدی که از فروش نفت عاید شما می شود را در صنایع بریتانیا سرمایه گذاری کنی؟ البته، به دلیل اینکه در 10 سال آینده کشور ما به جایی خواهد رسید که شما هم اکنون هستید و در ظرف 25 سال آینده طبق گفته دیگران و این گفته من نیست، ما در جایگاه 5 کشور پیشرفته دنیا خواهیم بود. زمانی که شما به چنین مکانی برسید به همان شیوه رفتار خواهید نمود، البته با پرینسپل های جهانی و بدور از هر گونه پیچیدگی و با آگاه بودن به مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک جهان. با بالا رفتن قیمت نفت بازپرداخت بدهی های ما کار بسیار مشکلی خواهد بود و حتی شاید در 1-2 سال آینده کل اقتصاد ما را بخواباند. آیا واقعا این چیزی است که شما خواهان آن هستید؟ کاملا عکسان. برای همین منظور تصمیمی که ما گرفته ایم و نتیجه این تصمیمات بسیاری از قسمت‌های بازپرداخت بدهی‌هایتان را سبک می‌کند و من مطمئن هستم که نهایتاً ما با سایر کشورهای تولید کننده نفت هم چنین معامله‌ای انجام خواهیم داد. اما فراموش نکنید که در 3 سال آینده، بله، در ادامه این مصاحبه همونطور که جناب افتخاری شما اشاره کردید، شاه به تندی در واقع بیان میکنه که دوره تنبلی و فکر کنم نمیدونم کلمه رو دقیقا به کار میبره یا نه، چیزی شبیه به مفخوری تموم شده و بنابراین وقت کار کردنه و بایستی کار بکنید. و خب ما میدونیم که نگاه واقعا اورینتالیست به قول معروف، نگاه یه مقداری نجات پرستانه اون هم امپراتوری بریتانیا در اون زمان به جهان سوم چی بوده و پیش خودشون تصور میکردن که این آقا مثل که واقعا باورش شده که میتونه این کارها رو بکنه و بنابراین احتمالاً تصمیم گرفتن که به گونه دیگری با برخورد بکنن. جناب افتخاری، این تنها کاری نبودش، یعنی تنها نوع برخوردی نبودش. ما همچنین میدونیم که در سالهای 1971 و 72 دو بار ریچارد نیکسون
میادش و قیمت دلار رو میاره پایین برای که قیمت بالای نفت رو در واقع کاهش بده، یعنی با کاهش ارزش دلار سعی بکنه که مقابله بکنه با این افزایش قیمت نفت. و شاهدیم که اوپک که اون موقع شاه درش نقش فعالی رو بازی میکرد بلافاصله اقدام میکنه و با تنظیم کردن قیمت ها و میزان تولیدش اینو خنثا میکنه و این نشون دهنده این بود که اوپک یا کشورهای تولید کننده نفت که در اون زمان برخلاف الان یه اتحاد و انسجامی بینشون به وجود اومده بود، توانایی و ابزارهای این رو دارن که بتونن چیکار بکنن، حرکت های کشورهای غربی رو خنسا بکنن و اراده خودشون رو تحمیل بکنن به اصطلاح به اون. همچنین ما شاهد بودیم که در اون زمان به اصطلاح رژیم پهلوی میره به سمت پروژه هایی که پروژه های میشه گفت فرا ایرانی هستش، فرا مرزی هستش، یعنی ایفای نقش ژاندارم خلیج فارس همونطوری که اصطلاحی بودش که اون زمان به کار می‌بردن و حتی به وجود آوردن نیروهای نظامی به طور مثال که نیروهای واکنش سریع بودن و میتونستن در شمال آفریقا شرکت دخالت بکنن، همونطوری که یادمون هستش حتی شاه نیرو و تجهیزات فرستادش برای یاری رسانی به حکومت زعیر در اون زمان در قاره آفریقا که این نشون دهنده این بودش اگر این نفت بتونه با این قیمت بیاد به درون این سیستم و این تفکری که بالا سرش هستش بتونه اعمال بشه، ایران میتونه تبدیل بشه به یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و بنابراین دردسرساز برای اقتصاد جهانی. اما جناب افتخاری، نیاز اقتصاد جهانی به نفت ایران به طور مشخص، شما فرمودید که به صورت کلی نفت عامل تعیین کننده به اصطلاح وضعیت اقتصاد جهانی هستش، اما نقش نفت ایران یا سهم نفت ایران در این میان چیست؟ بله، دقت بکنیم که ابتدا من این توضیح رو بدم خدمت دوستانی که این برنامه رو میبینن، ما قصد نمیدونم قهرمان سازی از شاه فقید رو نداریم دوستان، این رو دقت بکنیم. ما داریم یه سری فکت ها و واقعیت های گذشته رو بررسی میکنیم تا با درک درست گذشته ازش چراغی برای آینده بون بسازیم. اینجا کسی نه پاد امتیاز بگیره که بعد اینطور شد یا اونطور شد، کارهایی که در زمان شاه شده مشخصه. ما اینجا داریم بخشای اقتصادیش رو بررسی. اما جناب افغانی بفهمید، من سوال کردید که نقش اقتصاد نفت ایران در اقتصاد جهانی چه بوده، اجازه بفهمید من این عدد دو تا عدد عرض بکنم میتونیم با این به یه جایی برسیم. بله. مصرف نفت یا مصرف کل نفت، نفت جهان در سال 1354 حدود 30 میلیون بشکه در روز بوده. 1354 بله. 30 میلیون بشکه نفت در روز بوده. البته این امروز به 80 میلیون رسیده، دقت بفرمایید، چون این دو عدد هم خودش مقایسه این دو عدد ظرف کمتر از 40 سال یه مفهومی داره. اما 30 میلیون بشکه بوده در سال 1354. در همون سال ایران در اوج تولید نفت خودش بوده با 6 میلیون بشکه نفت در روز. بله. خب پس دقت بفرمایید، 30 میلیون بشکه نفت در جهان تولید می شده که از این 30 میلیون 6 میلیونش تولید نفت ایران بوده. بله. یعنی ایران 20% یا 1/5 نفت جهان رو اون موقع تولید می کرده. بنابراین میزان اهمیت نفت ایران در جهان رو شما میتونید مشخص بکنید، حساب بفرمایید که این در دستان کسی قرار بگیره که همطور که فرمودید صاحب یک سری بلند پروازی هایی شده که ایالات متحده آمریکا و جهان غرب رو نگران میکنه، نگران این که این شخص فردا میتونه در بسیاری مسائل تأثیر بذاره. از جمله یکی از تأثیراتی که شاه سعی کرد بذاره این بود که میخواست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم در زمان کارتر با پولهایی که در اختیار داشت نفوذ بکنه. این نوع بلند پروازی ها رو جامعه فانی غربی ها به هیچ وجه نمیتونن بپذیرن. بله. و به این ترتیب جناب افتخاری ما میریم به سمت اینکه شاهد این باشیم اهمیت این نفتی که شما فرمودید 20% از کل تولید نفت جهان رو داره اون موقع نمایندگی میکنه، تبدیل بشه به یک پارامتری برای دخالت ورزی حتی در سرنوشت سیاسی ایران به نوعی، یعنی فراهم کردن شرایطی که بر اساس اون بشه قدرت رو منتقل کرد به کسانی که
ضمن این که دارن همون کار رو میکنن، یعنی همون نفت رو دارن منتقل میکنن مثلا به جهان سرمایه‌داری، در این حال به دلیل نمیدونم اسمشو بذاریم پایگاه فرهنگی، جایگاه تاریخی، سطح فکری، هرچی که بذاریم، توانایی اینو ندارن که بتونن از این درآمد ملی استفاده فراملی بکنن در واقع. این درسته؟ ببینید این که در اون زمان چه اتفاقاتی افتاد و چرا قرعه به نام خمینی افتاد، بله، یه بحث خیلی تورانی اجازه بده. درسته. ما با توجه به کم بوده وقت باید خیلی جمع و جور صحبت بکنیم. بله. من عذرخواهی میکنم از دوستانی که منتظر بودن یه برنامه مفصل‌تری رو ببینن. جناب افانی، یک از اتفاقاتی که میفته اینه که در تحلیل‌های اتاق‌های فکر اروپا و آمریکا به این نتیجه میرسن که راه مبارزه با اشاعه کمونیسم اتحاد جماهیر شوروی ایجاد یک کمربند سبز یا مسلمان‌ها، کشورهای مسلمان دور ایالات متحده، دور اتحاد جماهیر شوروی، بله، و در این چارچوب اصولا سیاست‌ها عوض میشه. نتیجتاً یک موقعی است که ضمن این که دیگه روی اتحاد با شاه نمیتونن حساب بکنن، موقعی است که شاه ایران به دلیل توانایی مالی که به دست آورده و قدرتی که از این بابت حساب میکنه داره بلند پروازی میکنه و یواش یواش سیاست، موقع من یادم ایشون میگفت سیاست مستقل ملی رو میخواد پیگیری بکنه، در همین زمانه که در تینک تنک ها به این نتیجه میرسن که خطر نفوذ کمونیسم داره زیاد میشه و راهش این هستش که به خصوص کشورهای دور اتحاد جماهیر شوروی به کشورهای مذهبی تبدیل بشن که افغانستان یه موردش بود و کمک به طالبان، و در ایران هم برای پیدا کردن جایگزین من فکر میکنم بهترین جایگزین رو تونستن آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها پیدا بکنن که او آدم بی سواد، نادان و عقب ماندهی به نام خمینی بود که اون رو انتخاب کردن. همینجا عرض بکنم که بدترین توهینی هم که تونستن شاه بکنن این هستش که او رو با کسی جایگزین کنن که در هیچ موردی واقعا با شاه قابل مقایسه نبود و خواستن به اون نشون بدن که ما میتونیم کشور شما رو مثل بازیچه دو دست بگیریم و با یه آدم بی سواد و عقب ماندهی هم به مقاصد خودمون که همطور که اشاره فرمودید غارت منابع نفتی ایران و استفاده از نفت ایران برای رشد و تعالی کشورهای خودشون برسن. ببینید من یه اشاره بکنم، همین آقای خبرنگار داره به شاه میگه که ما وضعمون خیلی بده، ما الان مردم خیلی هاشون فقیرن، خیلی ها سوخت ندارن، بله، در حالی که شما روز به روز دارین پولدارتر میشین، چه پیامی برای اونا دارید؟ دقیقاً پنجره برفانی واقعا وضع اروپا و آمریکا این گونه بود، ولی از بعد از این طرحی که ریختن و غارت منابع نفتی کشورهای مثل ایران، آمریکا و اروپا رشد فوق‌العاده‌ای در کلی صنایع کردن که این البته یه بحث طولانی اقتصادیه، من اصلا شما رو سر نمی‌برم، ولی به واقع رشد باور نکردنی اروپا و آمریکا از 1980 کلید خورد. بله. و واقعیتش اینه جناب افتخاری، ما میدونیم که از این بیش از 1,000 میلیارد دلاری که درآمد نفت بوده در طول 100 سال گذشته، همونطوری که برخی از ارقام حتی اخیراً اون رو به خوبی نشون دادن، چیز زیادی مربوط به، یعنی به طور مقایسه‌ای اگر بخوایم در نظر بگیریم، چیز زیادی نصیب قبل از انقلاب نبوده. 140 میلیارد از این 1,000 میلیارد از دوره مظفرالدین شاه تا پیروزی انقلاب هستش و باقی اون عملاً درآمد نفت بعد از انقلاب بوده. 860 میلیارد بعد از انقلاب. بله، فقط دولت نهم و دهم، یعنی دو دولت احمدی نژاد به تنهایی دور و بر 600 میلیارد دلار از این رو به اصطلاح در عرض این 8 سال به جیب زده و دود کرده رفته هوا. شما در نظر بگیرید جناب افتخاری، بیش از 800 میلیارد دلار که تزریق شده به درون اقتصاد سرمایه‌داری غرب، و در نظر بگیریم که اینها با این چه استفاده‌ای کردن، یعنی با هر 1 دلار این شما در نظر بگیرید از طریق
توانایی تکنولوژیکی که داشتن چقدر سود آفریدن. دقت میکنین؟ این هستش که انگلستان به قول معروف فقیری رو که خبرنگار در این مصاحبه به حالت گریه و التماس داره میگه که مردم تو خونه هاشون از سرما دارن یخ میزنن، تبدیل میکنه که امروز واسه خودش به عنوان ابرقدرت جلوه میکنه. اما جناب قاری، چند تا عدد هست که بیانگر اینه که اقتصاد در واقع یا سهم نفت ایران از اون زمان چه تحولی پیدا کرده. اگر همکارم لطف کنه این اسلاید ها رو نشون بده، ما میتونیم این رو، این بحث رو در اینجا ارائه بدیم. حد اکثر تولید نفت ایران در زمان شاه در سالهای 1154 و 55 بوده که معادل 6 میلیون بشکه بوده. حد اکثرش بعد از انقلاب در سال 1179-80 بوده که 4.3 بوده. دقت بکنید 6 میلیون قبل از انقلاب سال 54-55 و 4.3 و امروز که داریم با هم صحبت میکنیم حد اکثر میزان توان تولید نفت ایران هستش 2.8 میلیون بشکه در روز. جناب افتخاری، چه گذشته در طول این 33 سال که از 6 میلیون رسیدیم به 2.8 میلیون؟ این نکته کلیدی است جناب عرفانی. در طی مدت گذشته و این موضوعی است که دامن جمهوری اسلامی رو شدید گرفته. بله. ببینید، موضوع نفت برای جهان غرب درست مثل خون در رگ‌های انسان. بله. جهان غرب با موضوع نفت اصلا شوخی نداره. یعنی اگه لازم باشه لشکرکشی میکنه، پا میشه میاد عراق. بله. یه میلیون نفر رو میکشه که اونجا مستقر بشه که صنایع نفتش کارش خودشون انجام بده. کاملا. در زمان شاه شوخی که شاه با غربی ها کرد به قیمت از دست دادن تاج و تختش تموم شد. اما در زمان جمهوری اسلامی اینو خیلی خوب میدونه. بله. خیلی خوب میدونست و مراقب بود که با موضوع نفت هرگز با جهان غرب شوخی نکنه. اما به دلیل ضعف مدیریت در درون نظام، به دلیل عدم برنامه ریزی، یک هم عرض بکنم، به دلیل مدیریت آخوندی، صنعت نفت ایران در حال اضمحلال جلال. بله، بله. یعنی صنعت نفت ایران نه تنها سیر نزولی کرده، در حال اضمحلال. این دوتا خیلی فرق کنه. من برای که این مثال روشن‌تر بشه، فرض بفرمایید که یه آدم ثروتمندی رو در نظر بگیرید که یه گروه خونی خاصی داره که این گروه خونی خاص مثلا در جهان 10 نفر بیشتر مثل او این خون رو نداره. این آدم ثروتمند اون 10 نفر رو کار نداره، آدم میکشن، سر میبرن، دزدی میکنن، هر کار میکنن، اون براش مهم نیست. مهم اینه که اون سالم باشه، سلامت باشه، خونش در جریان باشه، چون این هر روز به اون خون نیاز داره. بله. اگر یکی از اینها که او به چشم سرمایه نگاه میکنه به جای رسید که خواست خودکشی بکنه، جناب عرفانی، اینجا دیگه برای این شخص این موضوع جنبه حیاتی پیدا میکنه. یعنی اجازه نمیده که این شخص خودکشی بکنه، میگه تو مال خودت نیستی، مال منی. برای جهان غرب نفت همین حالت رو داره. بنابراین اگر جمهوری اسلامی تا وقتی که آمد و سرش انداخت پایین و نفتش رو تولید کرد و تولید نفت رو تا 4.3 میلیون بشکه در روز نگه داشت و نفر دوم تولید نفت در اوپک و نفر چهارم تولید نفت در جهان بود، کسی کار نداشت که این داره در داخل 100,000 تا از بهترین جوانای ما رو میکشه. همون سالی بودش جناب افتخاری، این همون سالی 79-80 که زیر پای آقای خاتمی فرش قرمز مینداختن در اروپا. درود بر شما. ممکن بود میگفتن آقا اینا یه ده وحشیان، عقب موندن، چرا اینطورین، ولی میگفتن باشون دیالوگ کنی ایشالله آدم حسابی میشن. توشون آدم حسابی هم هست. واسه همینم با دیدن یک آخوند حق باز ظاهر فریبی به نام خاتمی همه جهان دست و دلشون لرزید و گفتن آقا تموم شد، حکومت اوباش عوض شد، توشون چهار تا آدم حسابی هم پیدا شد، اینم یکیش بفرمان. واسه همین اینقدر تعویض گرفتن، واسه همین جایزه صلح نوبل دادن. خیلی خواستن ایران رو مثلا به جهان متمدن نزدیک بکنن یا جمهوری اسلامی رو به جهان متمدن نزدیک کنن. همه اینا رفت رو هوا. جناب عرفانی، من مجبورم خیلی کوتاه بگم، رفت رو هوا و مشخص شد که این عده حتی شعور اینو ندارن که ناندانی خودشون، یعنی صنایع نفت ایران رو سرپا نگه دارن. هرچی پول از اون تو در رو برد، 860 میلیارد دلار پول رو کشیدن بالا، خوردن
در خود صنعت نفت ایران سرمایه گذاری نکردن. نتیجتاً جناب عرفانی، صنعت نفت ایران امروز داره نفس‌های آخر رو میکشه. چرا؟ چون هر صنعتی همه میدونن احتیاج داره که بازسازی بشه، تعمیر بشه، مینترنس بشه. بله. به خصوص صنعت نفت و گاز ما که بسیار بسیار حساس و کهنه و قدیمی شده. و اینجا دیگه جناب عرفانی جهان غرب اصلا نمیتونه بپذیره. چرا نمیتونه بپذیره؟ من مطمئن هستم اعداد و ارقامی که دارید اینو خیلی بهتر توضیح خواهد. بله جناب افتخاری، برای صنایع نفت ایران در حال حاضر چه میزان سرمایه هستش که عنوان میشه به عنوان سرمایه گذاری ضروری برای اینکه بتونه سطح تولیدش رو در حد فعلی حفظ بکنه؟ بله، این در دو فاز بعد انجام بشه. یه فاز ضرب العجلیه، چون الان جناب عرفانی دقت بکنید ظرف دو سال گذشته تولید نفت ایران هر سال 600 هزار بشکه کاهش پیدا کرد. بله، ظرف دو سال گذشته. بله. مفهومش این هستش که این روند 600 هزار بشکه در روز کاهش تولید نفت ادامه خواهد داشت و شاید بدتر هم بشه. بله. مفهوم ثانویش این هستش که تا دو سال دیگه ما نفتی برای صدور دیگه نخواهیم داشت. فقط خودمون مصرفش بکنیم. برای که جلوی این گرفته بشه باید ظرف 3 تا 5 سال آینده حداقل 400 میلیارد دلار در این سرمایه گذاری بشه. یه بخش دراز مدت داریم و اون این هستش که سفره‌های نفت زیرزمینی ایران در حال اضمحلاله، در حال از بین رفتن. ببینید نفت در زیر زمین که توی انبار نیستش که، این در جاهای مختلف زمین شناوره و اگر اینها ازش درست نگهداری نشه و حفاظت نشه و هدایت نشه به حوضچه‌های بزرگ، این نفت‌ها ضایع میشه و از بین میره. بله. این برای این هم حداقل 400 تا 600 میلیارد دلار جناب عرفانی سرمایه گذاری ظرف 10 سال آینده نیاز داره. در یک کلام جهان غرب برای اینکه نذاره این نفت اضمحلال پیدا کنه باید بین 800 تا 1000 میلیارد دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری. و در ازای این جناب خیلی چقدر میتونه به دست بیاره؟ آنچه که امروز به عنوان ذخایر قابل استخراج هست 155 میلیارد بشکه است. بله. یعنی نزدیک به 16 تریلیون دلار. بله. ولی عرض کردم اینا ذخایر قابل استخراجه. ذخایر کل ذخایر نفتی ایران نزدیک به 550 میلیارد بشکه است، یعنی چیزی حدود 55 تریلیون دلار. بله، بنابراین اینجوری میشه ساده کرد قضیه رو که اگر قرار باشه این به اصطلاح 16 تریلیون دلار یا با پتانسیل 55 تریلیون دلار مورد استفاده قرار بگیره، لازم است حداقل چیزی معادل 1 تریلیون دلار سرمایه گذاری بشه در ایران که بتونه اون رو قابل استفاده بکنه. یعنی سودش 1/16 در واقع یا 1/55 هستش، تناسبش رو بخوایم در نظر بگیریم. اما جناب افتخاری، به عنوان نتیجه گیری بحث، ما میدونیم که کشورهای غربی الان چندین ساله حتی 1 دلار هم سرمایه گذاری نکردن در صنعت نفت ایران. حالا شما تصور بکنید چشمانداز 400 600 800 هزار به اصطلاح 800 میلیارد دلار یا رفتن به سمت 1 تریلیون دلار. ما این واقعیت رو باید در نظر بگیریم که با تیم و ترکیب کنونی جمهوری اسلامی رغبتی در سرمایه‌داری جهانی برای چنین سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت. درسته؟ 100% جواب می‌کنی. آیا شما حاضرید به این رژیم بی سواد، عقب مانده و حق باز که حالا نوعی از بلند پروازی های ابلهانش ساختن بمب اتمه حاضرید بیایید 400 تا 1000 میلیارد دلار پولتون رو در این کشور سرمایه گذاری کنید؟ بله، هیچ کس این کار رو نمی کنه. از اون طرف جناب عرفانی همونطور که عرض کردم برای جهان غرب نفت ایران به منزله خونه، خون حساس و مهم، اونم حاضر نیست از دست بده. بنابراین راهی که براش میمونه این هستش که این رژیم رو با یک رژیم قابل اطمینان جایگزین بکنه. بله، من یادآوری میکنم بینندگان گرامی برای جمع‌بندی و نتیجه‌گیری که ایران به عنوان کشوری که بخش قابل توجهی از در واقع ذخایر نفتی جهان و همینطور ذخیره گاز رو جناب افتخاری اونم باید یادآوری بکنیم در اختیار داره، ظاهرا 16% از کل منابع گاز جهان در اختیار ایران هستش. این امکان
که جهان غرب بذاره یک چنین ثروت کاملا لازمی برای ادامه بقای سرمایه‌داری، برای ایجاد یک پویایی و دینامیسم جدید در سرمایه‌داری بذاره، در اختیار کسانی باشه که بلد نیستن مدیریتش بکنن، توانایی ندارن که استخراجش بکنن و اون رو بدن بدون دردسر. دقت بکنید، بدون دردسر. چنانچه دیدیم شاه داشت این کارو انجام میداده، شما افتخاری، ولی از زمانی که رفتش به سمت آرزوها و جاه طلبی هایی که هماهنگی نداشتش با ادامه و بقای به اصطلاح نظم مورد نظر سرمایه‌داری جهانی، دیدید که خیلی راحت بر سرش معامله کردن. به اصطلاح این بار هم جمهوری اسلامی به نوع دیگری دوچار شده. اون شاید به خاطر قابلیت‌هاش بود که تونسته بود از این استفاده بکنه و ترس و وحشت ایجاد کرده بودش در سرمایه‌داری غرب. جمهوری اسلامی به دلیل بی‌لیاقتی و عدم قابلیتشه که این مشکل رو ایجاد کرده، ولی همونطوری که می‌بینیم سرنوشتشون کمابیش داره به سرنوشت مشابهی تبدیل میشه. جهان غرب همونطوری که جناب افتخاری گفتن نمیتونه این مسئله رو مورد اغماز قرار بده، مورد چشم‌پوشی قرار بده که 10% از منابع نفتی جهان یا 16% از منابع گازی جهان زیر پای کشوری باشه و حکومتی بر سرش باشه که بلد نیست و توانایی نداره که این رو استخراج بکنه و پمپ بکنه به قول معروف به درون ماشین سرمایه‌داری. به همین دلیل جناب افتخاری شاید بشه گفت اصطلاح دولت نفتی که قبلا به کار میبرن، اگر بخوایم دقیق ترش بکنیم، در واقع جهان غرب به دنبال دولت‌های انبارداره. دولت انباردار دولتی هستش که باید بر سر انبار نفت یک کشوری بشینه، اون رو در بیاره، بده دلار بگیره و با دلار هم جنسای مناسبی رو که جهان بازارهای سرمایه‌داری میخوان در واقع بخره بیاره. درست کاری که عربستان سعودی داره میکنه، این کارو داره انجام میده، در کشورش هم گردن میزنه، سنگسار میکنه، زنها هم کمترین آزادی ندارن، ولی همطور که میبینید پشتیبانی 100% کشورهای غربی رو با خودش داره. این نمونه و الگویی هستش از اون چیزی که مورد نظر جهان غرب است. جناب افتخاری اگر کلام آخری دارید بفرمایید که بعد خدافظی بکنید. بله، سپاسگزارم جناب افتخاری، عرض خاصی ندارم. همونطور که خدمت بینندگان عرض کردم سعی کردیم خیلی خلاصه و جمع و جور بگیم. اگر احیانا دوستان علاقمند بودن به تلویزیون اندیشه زنگ بزنن، ما بتونیم در برنامه بعدی همین موضوع و هم مسئله گاز رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. برنامه‌ای که ما تدارک دیده بودیم بینندگان عزیز مفصل‌تره، ولی بیزاریمش برای یه موقعی که بتونیم به اصطلاح تمام این اسلایدها و ویدیوها رو ارائه بدیم و روی اونها بحث بکنیم. احتیاج به زمان بیشتری بود و زمان ما کوتاه بود، اما این رو ما فرصت‌های دیگری خواهیم داشت که بتونیم بحث رو به طور کامل خدمتتون ارائه بدیم. جناب افتخاری از شما سپاسگزاری می‌کنم و بینندگان گرامی، روز یک شنبه در برنامه نسیم شمال به بررسی وضعیت دانشگاه‌ها خواهیم پرداخت. از دانشجویان مقیم ایران داخل ایران خواهش می‌کنم اگر علاقمندن در این بحث شرکت بکنن، با شماره تلفنی که می‌بینید یا آدرس ایمیل تماس بگیرن با ما تا مقدمات شرکت اونها در بحث روز یک شنبه در برنامه نسیم شمال داده بشه. با سپاس، با تشکر از شما جناب افتخاری و با تشکر از شما بینندگان گرامی، تا برنامه بعد، بدرود. بچه ها، این نقشه جغرافیاست. بچه ها، این قسمت اسمش آسیاست. شکل یک گربه در اینجا آشناست. چشم این گربه به دنبال شماست. بچه ها، این گربه ایران ماست. ایران ماست. بچه ها، این سرزمین نازنین دشمن بسیار دارد در کمین، داغ دارد هم به دل هم بر جبین، بوده نامش از قدیم ایران زمین، یادگار پاک قوم آریاست. بچه ها، بچه ها، از هر گروه و هر نژاد دست اندر دست هم بایست داد، فارغ از هر زنده باد و مرده باد، سر به راه مملکت باید نهاد،
مام میهن عاشق صلح و صفا. بچه ها این پرچم خیلی قشنگ، پرچم سبز و سفید و سرخ رنگ، هم نشان از صلح دارد هم ز جنگ. خار چشم دشمنان چشم تنگ، افتخار ما به آن بی انتهاست. بچه ها این خانه اجدادی است، گشته ویران تشنه آبادی است، خست از شلاق استبدادی است، مرهم دردش کمی آزادی است، آزادی است، مرهم دردش کمی آزادی است. بچه ها این کار فردای شما است، این کار فردای شما است. جهان سازان خوشنود، ای برابرهای فردا، قرن ما قرنی چنین بود، قرن زندان، قرن میله،